سلام، وقتتون بخیر. من محمد براتی هستم، زنبوردار و عضوی از مجموعه آهوتا. خواص عسل برای قلب و بیماری های قلبی و عروقی که اولین دلیل مرگ و میر در جهان هستند رو میخوایم در این ویدیو و همچنین در مقاله مربوط به اون بررسی کنیم. عسل از مشکلات قلبی و عروقی جلوگیری میکنه و در درمان اونها کمک میکنه. حتی در صورتی که مشکلات قلبی و عروقی یا دیابت یا چاقی ندارین، هنوز هم در معرض خطر حمله قلبی هستید، چون رعایت همیشگی اصول رژیم غذایی مناسب کار دشواریه و همچنین نمیتونیم همیشه احساسات خودمون رو کنترل کنیم و هنوز هم نمیدونیم که این موارد تا چه حد برای ما خطرناک هستند. در این شرایط عسل میتونه به سلامت قلب ما کمک کنه. اثبات شده که عسل نه تنها برای بیماران مبتلا به دیابت، ناهنجاری های چربی خون و چاقی، بلکه برای بیماری های قلبی عروقی هم مفیده. برخی محققان میگن که استرس اکسیداتیو مسئول بیماری های قلبی عروقی هست و به پیشرفت بیماری های مزمن و فرسایشی مثل سرطان، اختلالات خود ایمن، پیری، آب مروارید، آرتروز روماتیسمی و بیماری های قلبی عروقی و تحلیل عصبی کمک میکنه. برموم، گرده گل و عسل دارای بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی هستند. مصرف منظم این مواد غذایی از طریق کاهش عامل‌های ریسک خون و شرایط قلبی خاص مثل ضربان ناقص قلب، آریتمی و غیر سلامت قلبی عروقی رو بهبود میده. سندروم متابولیک منشأ تمام مشکلاته. سلامتی قلبی ما به عامل‌های زیادی از جمله نوع رژیم غذایی، سبک زندگی، میزان ارتباط با محیط، زندگی احساسی، ژنتیک و بسیاری از عامل‌های دیگه بستگی داره. بسیاری از مشکلات امروزی ناشی از وضعیتی که پزشکان از سال 1990 اون رو سندروم متابولیک اسم گذاری کردند. درباره این سندروم و اثر عسل بر اون در کتاب مشهور انقلاب جدید عسل توضیح داده شده که سه موضوع وجود داره: گرسنگی مزمن مغز، فقدان خواب مزمن و استرس متابولیک مزمن. گرسنگی مزمن مغز نوعی گرسنگی مکرر مغزه که به صورت شبانه و زمانی که ذخیره گلیکوژن کبد در طول خواب تموم میشه رخ میده. فقدان خواب مزمن در نتیجه گرسنگی مغز رخ میده که موجب ترشح آدرنالین و کورتیزول میشه و منجر به خواب کوتاه و منقطع میشه. استرس متابولیک مزمن به ترشح مکرر و بیش از حد آدرنالین و کورتیزول ارتباط داره. این روند یک مکانیزم حفاظتیه که جهت تأمین سوخت مغز در زمان اتمام ذخیره گلیکوژن کبد آغاز میشه. با اینکه همه افراد دارای شرایط یکسان نیستند، عوامل معمولی مشترکی با هم دیگه دارند. هر شخصی که دارای اضافه وزنه به دیابت مبتلا نمیشه و هر شخص لاغر دارای متابولیسم نرمال گلوکوز خون نیست. با شروع یک استرس متابولیک افراد ممکنه به پوکی استخون، نارسایی تیروید یا افسردگی دچار بشن. برخی هم به آلزایمر، پارکینسون یا سایر اشکال بیماری‌های تحلیل عصبی یا برخی دیگه به سرطان یا بیماری‌های عروق کرونری یا فشار خون بالا یا حمله قلبی مبتلا میشن. بعضی از افراد نیز تنها درگیر مشکلات خواب شبانه میشن. اما راه حل این مشکلات چیه؟ طبق تحقیقات و نظریه‌هایی که وجود داره، برای مشکل استرس متابولیک مزمن با عسل درمانی مصرف روزانه یک قاشق عسل خام بلافاصله قبل از خواب توصیه شده. اما نحوه درمان استرس متابولیک به وسیله عسل. گفته میشه که قلب انسان هرگز نمیخوابه و همیشه باید در حال کار باشه. به همین دلیل قوی ترین عامل ریسک برای بیماری های قلبی قرارگیری مزمن در مقابل مقادیر بالای هورمون های استرس، یعنی کورتیزول و آدرنالین هست. سطوح بالای آدرنالین ضربان قلب و فشار خون رو افزایش میده و سطوح بالای کورتیزول بعد از مدتی موجب بروز فشار خون بالا، آریتمی، حمله قلبی و تصلب شرائین میشه. همچنین کورتیزول از فعالیت انسولین جلوگیری میکنه که این بدین معناست که به جای ارسال فوری اون به سلولهای عضلات قلبه که میتونه به عنوان منبع انرژی مصرف بشه. گلوکوز رو درون سیستم گردش خون حفظ میکنه و مصرف عسل استرس متابولیک مزمن رو در زمان استراحت کاهش میده. بنابراین باعث کاهش استرس بر روی قلب میشه، در حالی که خود قلب در طول شب در حال بازیابیه. مصرف روزانه عسل سطوح تریگلیسیرید و کلسترول رو کاهش و کلسترول مفید یعنی HDL رو افزایش میده. فروکتوز موجود در عسل در واقع از تشکیل تریگلیسیرید جلوگیری میکنه.
خواص عسل برای بیماری های قلبی و دیگر مشکلات. مهمترین عامل هایی که میتونن عامل های ریسک بیماری های قلبی عروقی رو نشون بدن و همچنین مواردی که برای شناسایی عامل های ریسک بیماری قلبی عروقی وجود داره عبارتند از گلوکوز پلاسما، انسولین پلاسما، کلسترول، تریگلیسیرید، چربی های خون و پروتئین های واکنش پذیر. نتیجه گیری تحقیق این که مصرف عسل طبیعی باعث کاهش عامل های ریسک قلبی عروقی به خصوص در بیمارانی میشه که دارای عامل های با مقادیر بالا هستند و همچنین وزن بدن رو در نمونه های چاق یا دارای اضافه وزن افزایش نمیدن. بر اساس تحقیقات انجام شده عسل میتونه حاوی متابولیت های نیتریک اکسید باشه که به عنوان شاخص های ریسک بیماری قلبی عروقی شناخته میشن. سطوح بالای نیتریک اکسید ها در عسل میتونه عملکردی محافظتی در بیماری های قلبی عروقی داشته باشه. بعد از مصرف خوراکی 80 گرم عسل دانشمندان غلظت کل نیترین در مایعات بیولوژیکی مختلف از جمله بزاق، پلاسما و ادرار را اندازه گرفتن. تمامی آزمایشات میل به افزایش غلظت های متابولیت های نیتریک اکسید رو نشون دادن. انواع مختلف عسل حاوی غلظت های مختلف متابولیت های نیتریک اکسید هستند و عسل های تازه یا تیره رنگ حاوی متابولیت های نیتریک اکسید بیشتری نسبت به عسل های ذخیره شده به مدت طولانی یا دارای رنگ روشن هستند. پس از حرارت دادن عسل متابولیت های نیتریک که اکسید در تمام انواع عسل کاهش پیدا کرد. عسل دارای اثرات آنتی اکسیدانی، استرس اکسیداتیو در بیماریزایی و یا مشکلات فشار خون بالا و یا دیابت شیرین دخالت داره. عسل در تمام این موارد تاثیرگذار هست. ترکیبی از این اختلالات ریسک ابتلا به مشکلات قلبی عروقی را افزایش میده. بنابراین اثرات مثبت عسل بر مشکلات قلبی عروقی رو میشه با خواص آنتی اکسیدانی اون و همچنین وجود مقادیر فراوان مواد معدنی و اکسید نیتریک که مسئول مستقیم اثرات محافظت کننده قلب به دلیل سوی عملکرد رگ‌های خونی و اختلالات قلبی ناشی از آدرنالین هستند در ارتباط دونست. نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که آنتی اکسیدان‌های موجود در عسل از قلب در برابر سوء عملکرد رگ‌های خونی و اختلالات ناشی از هورمون‌های استرس جلوگیری می‌کنند. عسل دارای اثرات ضد التهابیه و التهاب در برخی قسمت‌های بدن به عنوان دلیل اصلی بیماری‌های قلبی عروقی شناخته می‌شه. اثر مثبت عسل بر سلامت قلبی عروقی رو میشه به وسیله خاصیت ضد التهابی عسل توجیه کرد. عسل میتونه التهاب رو کاهش بده و عملکرد دیواره رگ‌های خونی رو بهبود بده و به این ترتیب ریسک ابتلا به تصلب شرائین یا سخت شدگی عروق رو کاهش بده. هر کیلوگرم عسل حاوی 0.3 تا 25 میلی گرم کلین و 0.6 تا 5 میلی گرم استیل کلین هست. کلین برای عملکرد قلبی عروقی و مغز و برای ترکیب و ترمیم غشای سلولی ضروریه، در حالی که استیل کلین به عنوان یک پیام رسان عصبی عمل میکنه. عسل به دلیل وجود طیف وسیعی از اجزای مختلف از جمله فلاونوئیدها یا پلی‌فنول‌ها که دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند، پپتیدها، اسیدهای طبیعی و بقیه موارد که به عنوان دلیل وقوع 10% از مرگ‌های سالانه ناشی از حملات قلبی شناخته میشن رو کاهش میده. نظر شما درباره خواص عسل برای قلب چیه؟ لطفاً با ما در میون بذارید. همچنین اگر این ویدیو برای شما مفید بوده اون رو با دیگران به اشتراک بذارید.